مایک پومپئو، تحریم‌های اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران است. لهستان خواهان همبستگی اتحادیه اروپا با تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران شد. هند واردات نفت از ایران را به نصف می‌رساند. تلویزیون الغد گزارشی را از کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران در لندن پخش کرد. در این کنفرانس جزئیاتی از طرح‌های تروریستی رژیم ایران در اروپا علیه مجاهدین و مقاومت ایران برملا شد. اجتماع المعارضه الايرانيه او مكتب مجلس المقاومه الايرانيه في لندن يسلط الضوء بالتحديد على انشطه النظام الايراني الارهابيه في اوروبا. يقول المجلس في مؤتمره، در جلسه‌ای که دفتر شورای ملی مقاومت ایران در لندن برگزار کرد، مشخصا تمرکز را بر روی فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران در اروپا گذاشت. این شورا گفت این فعالیت‌ها در دوره اخیر افزایش داشته، به ویژه بعد از اینکه تظاهرات مردمی علیه رژیم ایران در داخل شروع شده است. این کنفرانس بر روی بعضی از فعالیت‌های سفارت‌های رژیم در اروپا، به طور مشخص در بلژیک، فرانسه و آلمان تمرکز کرد. شورای ملی مقاومت ایران با ارائه اسناد و دلایلی این فعالیت‌ها را تشریح کرد. این اسناد نشان می‌دهد سفارتخانه‌های رژیم مرکز اطلاعات رژیم ایران برای انجام فعالیت‌های تروریستی شده است. آنها در طرح تروریستی علیه گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس نقش داشتند. شورای ملی مقاومت ایران خواهان آن شد که دولت‌های غربی الزامات ممکن را برای متوقف کردن این فعالیت‌ها که امنیت اروپا و شهروندان اروپایی را تهدید می‌کند انجام دهند. در این کنفرانس تعدادی از نمایندگان پارلمان انگلستان شرکت داشتند. آنها در مجلس عوام انگلستان طرحی را ارائه داده‌اند تا دولت انگلستان اقدامات ضروری را برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران انجام دهد. این طرح را تا کنون 42 نماینده مجلس انگلستان از احزاب مختلف امضا کردند. آنها درخواست کردند کسانی که در طراحی عملیات تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران دست داشتند تحت تعقیب قرار گیرند. لحث الحكومة البريطانية من مختلف الأحزاب، هؤلاء النواب لحث الحكومة البريطانية كما ذكرت. راديو اي بي سي، راديوي دولتي و سراسري استراليا، یک مصاحبه با خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان انجام داد. اون در این مصاحبه جزئیاتی از طرح‌های تروریستی رژیم ایران در اروپا رو تشریح کرد. Terrorist activity in Europe, said to be sponsored by the Iranian government, will be the subject of a crucial press conference in London tonight. رادیو ای بی اس استرالیا گفته می شود فعالیت های تروریستی در اروپا با حمایت دولت ایران صورت می گیرد. این موضوع کنفرانس مطبوعاتی مهمی در لندن بود. این کنفرانس که توسط دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان برگزار شده بود، از حمایت برخی از سیاستمداران احزاب مختلف برخوردار بود که نشان می‌داد پارلمان انگلستان آن را جدی تلقی کرده است. برای توضیحات بیشتر، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان دولت نوروزی با ماست. اول از همه، شورای ملی مقاومت ایران خود را پارلمان در تبعید توصیف می‌کند. زنان بیش از 50% اعضای شورای شما را تشکیل می‌دهند. ممکن است در مورد تغییر رژیم که به دنبال آن هستید توضیح دهید؟ About the kind of regime change you want to see in Iran. Well, obviously, we are very much supported and relied upon the network of the movement within Iran, which has a very popular, widespread support throughout Iran. I think an indication. خانم دولت نوروزی، ما مورد حمایت شبکه گسترده در داخل ایران بوده و به آن متکی هستیم. شبکه‌ای که نقشی عظیم در قیام‌ها و تظاهرات‌ها دارد. در این قیام‌ها خواست عمده مردم برای تغییر دموکراتیک می‌باشد.
آنها خواستار تأسیس یک حکومت مبتنی بر جدایی دین از دولت هستند که بتواند حق دموکراتیک تمامی مردم ایران را صرف نظر از نژاد و جنسیت و مذهب یا دیدگاه‌های سیاسی شخصی و نحوه زندگیشان تضمین کند. رادیو ای بی اس استرالیا. در کنفرانس مطبوعاتی تعدادی از نمایندگان پارلمان انگلستان حضور داشتند. چرا این کنفرانس اینقدر اهمیت داشت و چه چیزی را شما برای جهان افشا می کردید؟ دولت نوروزی. فکر می کنم دو چیز مهم بود که امیدوار بودیم مورد توجه جهانیان قرار دهیم. یکی اینکه رژیم ایران غرق در بحران است و آنها این را به خوبی می دانند و برای همین از ژانویه 2018 آنها وارد فاز جدیدی از صدور و اقدام برای عملیات‌های تروریستی به خصوص در اروپای مرکزی شدند. جامعه بین‌المللی و مشخصاً جامعه اروپا لازم است که کاملاً هوشیار باشند. لازم است در برخورد با این رژیم قاطعیت داشته باشند و هر گونه علامتی از بی‌عملی یا بی‌تفاوتی یا ادامه همین وضعیت موجود کاملاً غیر سازنده بوده و تهدیدی برای اروپا خواهد بود. حتما شما حکم جلب بین‌المللی صادر شده توسط وزارت امنیت بلژیک را دیده اید که عملاً این دیپلمات تروریست را که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود دستگیر کرده است. نام او اسدالله اسدی بود که آنها مدرک آن را داشتند. او هنوز در آلمان در بازداشت است و قرار است از آلمان به بلژیک برای محاکمه مسترد شود. این نشان دهنده جدیت موضوع است. تا جایی که به دولت ایران برگردد، آنها هیچ نگرانی در مورد کشتن شهروندان بیگناه اروپایی یا سایر کشورها که در این گرد همایی که از حدود 50 کشور اروپایی و از استرالیا، کانادا، آمریکا و خاورمیانه شرکت کرده بودند، ندارند. They have no concern whatsoever regarding murdering totally innocent citizens of either Europe or elsewhere. دبیر کل پیشین ناتو خاویر سولانا گفت که اروپا مجبور از تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران تبعیت کنه. اون گفت ایستادن اروپا در قبال این تحریم‌ها بیهوده بوده. خاویر سولانا در گفتگو با یک رسانه آمریکایی از عدم توانایی اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا سخن گفت و خاطر نشان کرد قدرت آمریکا امروز قدرت نظامی نیست بلکه دلار است. آنها اروپایی‌ها را به زور سر جایشان می‌نشانند. دبیر کل پیشین ناتو در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ در مادرید گفت اروپا هیچ چاره‌ای جز اطاعت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد. خاویر سولانا که برای مدت طولانی یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای با رژیم ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا بوده گفت نفوذ مالی بین‌المللی آمریکا به این معنی است که اقدامات اروپا برای دور زدن تحریم‌ها محکوم به شکست است. سولانا در پاسخ به این که آیا حرکت اروپایی‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر افزود؟ امیدوار بودم بتوانم بگویم بله، اما توانایی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم معاملات مالی دلاری به طور کارآمدی همه نقشه‌های آنها را نقشه بر آب خواهد کرد. وی با اشاره به تصمیم توتال برای خروج از بازار ایران بعد از شکست در جریان دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا گفت این نشان دهنده قدرت اجرایی فراسرزمینی اقدامات آمریکاست. شما باید روابطتان را با آمریکا قطع کنید چرا که او اجازه استفاده شما از دلار را نخواهد داد. نیکی هیلی میگه هیچ تغییری صورت نمیگیره مگر اینکه رژیم ایران رفتارش رو تغییر بده. این رژیم نقشی مطلقاً خرابکارانه داره و تهدیدی برای سراسر خاورمیانه است.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت تا زمانی که رژیم ایران رفتار و سیاست‌های خود را اصلاح نکند هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد و اوضاع ایران درست نخواهد شد. نیکی هیلی در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد کاخ سفید در برابر رژیم تهران گفت رژیم ایران نقش مطلقاً خرابکارانه‌ای در سوریه دارد. این رژیم در سراسر خاورمیانه جنگ‌های نیابتی راه انداخته است. وی افزود اینها دلایلی است که ما از توافق ایران خارج شدیم، چرا که به رژیم ایران این توان مالی را می‌داد فعالیت‌های بد خود را ادامه دهد و حالا ما این منابع مالی را قطع کردیم. در ماه اوت دور اول تحریم‌ها بازگشت و 5 نوامبر هم دور دوم آغاز می‌شود. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت تهران تا الان هم فشار تحریم‌ها را حس کرده. او گفت از 5 نوامبر و بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران رژیم فشار تحریم‌ها را واقعاً حس خواهد کرد. این تحریم‌ها پس از اجرای توافق در ژانویه 2016 لغو شده بودند. نیکی هیلی خاطر نشان کرد در نهایت تا زمانی که رژیم ایران خودش را اصلاح نکند هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد و وضعیت در ایران درست نخواهد شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به این پرسش که اگر فشار زیاد بر ایران وارد شود شاید به یک کشور درمانده و بی‌ثبات مانند برخی کشورهای منطقه تبدیل شود و این خودش مشکل دیگری برای ایالات متحده خواهد بود گفت تمرکز ما در حال حاضر بر روی مردم ایران است. مردم تظاهرات کردند، خواسته هایشان را فریاد زدند و گفتند زندگی بهتری می خواهند. ما به روشنی بر روی رژیم ایران به خصوص سپاه پاسداران تمرکز کرده ایم و آنها باید تصمیم بگیرند. در نهایت نمی توانیم اجازه دهیم هیچ برنامه هسته‌ای داشته باشند. Focus right now is on the Iranian people. I mean, they have protested, they have spoken out, they have said they want a better life. And I think our main focus is obviously on the Iranian regime as well as the IRGC. سفیر آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به پرسش دیگری درباره جنگ داخلی سوریه و عملیات نیروهای بشار اسد و حامیانش و احتمال حمله شیمیایی هشدار داد که ایالات متحده را امتحان نکنند. آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی نسبت به استفاده از حریم هوایی ایران هشدار داد و از آنها خواست در این زمینه احتیاط کنند. United States issues fresh warning to airlines about using Iranian airspace. به گزارش خبرگزاری رویتر، دستورالعمل آمریکا به فعالیت‌های نظامی رژیم ایران در ارتباط با نقل و انتقال هوایی به سوریه و شرکت در جنگ این کشور مرتبط است. رویتر افزود وزارت خارجه آمریکا توصیه کرد شهروندان به ایران مسافرت نکنند چون ریسک دستگیری و بازداشت وجود دارد. بر اساس اطلاعات پروازی به دست آمده به وسیله فاکس نیوز، کوریدورهای هوایی که از شمال لبنان عبور می‌کند برای مسیر پرواز معمولی مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. منابع اطلاعاتی غربی اعلام کردند راه‌هایی را کشف کردند که رژیم ایران از طریق آن برای شبه نظامیان حزب الله لبنان قاچاق تسلیحات را ادامه می‌دهد. در گزارش دوشنبه 12 شهریور شبکه آمریکایی فاکس نیوز که به صورت اختصاصی منتشر شده آمده است رژیم ایران مشابه روش‌های قاچاق سلاح به عراق و سوریه با استفاده از هواپیماهای مسافربری برای شبه نظامیان حزب الله لبنان نیز سلاح قاچاق می‌کند. همچنین شرکت قشم فارس ایر یکی از هواپیمایی‌های مسافربری است که سپاه پاسداران ایران و سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران از آن برای قاچاق اسلحه استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی شرکت قشم فارس ایر 2 هواپیمای بوئینگ 747 دارد. در هیئت مدیره این شرکت 3 پاسدار به نام‌های علی نقی گلپرست، حمیدرضا پهلوانی و غلامرضا قاسمی فعالیت دارند. در اکتبر سال 2017 رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران و
و نیروی تروریستی قدس اعمال کرد. نیروهای ارتش ملی یمن همزمان با وارد کردن تلفات سنگین به شبه نظامیان حوثی پیشروی در مناطق الحدیده رو ادامه میده. تراجع جدید للمیلیشیات الحوثیه فی الحدیده غرب اليمن. یک منبع نظامی در ارتش ملی یمن به العربیه گفت نیروهای ارتش ملی برخی مواضع را در الحدیده از تصرف شبه نظامیان حوثی خارج کردند. در نبردهای اخیر ابو هاشم یکی از فرماندهان شبه نظامیان حوثی مسئول نظارت بر مهمات و نیروی شبه نظامیان در این منطقه کشته شد. منابع نظامی گفتند کنترل منطقه کیلومتر 16 در الحدیده به قطع امدادرسانی های شبه نظامیان از صنعا خواهد انجامید. در حال حاضر نیروهای ارتش ملی و مقاومت مردمی در منطقه کیلومتر 16 در حال نبرد با شبه نظامیان هستند. این منطقه گلوگاه الحدیده به شمار می رود. نیروهای ارتش ملی یمن موفق شدند برخی از استحکامات شبه نظامیان حوثی را به تصرف خود درآورند. در این درگیری ها که جنگنده های ائتلاف عربی هم در آن شرکت دارند، ده‌ها تن از شبه نظامیان حوثی کشته و زخمی شدند. نیروهای ارتش مدرسه نسل جدید را که بر جاده ارتباطی میان دو منطقه کیلومتر 10 و 16 مشرف است به کنترل خود درآوردند. ارتش ملی یمن روز یک شنبه گذشته موفق شد تمامی خطوط امدادرسانی شبه نظامیان به منطقه کیلومتر 16 را قطع کند و هماکنون این منطقه در تیررس آنها قرار گرفته است. بنابر اعلام منابع نظامی این نبرد نقطه عطفی برای حرکت به سمت شهر و بندر الحدیده است. فرانسوا دلاتر نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل به رژیم اسد و حامیانش هشدار داد که به کشتار در ادلب دست نزنند. در جلسه شورای امنیت فرانسوا دلاتر نماینده فرانسه گفت سوریه دوباره در لبه پرتگاه است، چرا که منطقه ادلب یک بمب ساعتی انسان دوستانه، مهاجرتی و امنیتی بالقوه است. این به واقع یک انفجار سگانه است که در برابر ما قرار دارد. در صورتی که حمله نظامی این رژیم صورت بگیرد، این ریسک بزرگ عملی می شود. در تاریخ اخیر فجایع کمی به این روشنی قابل پیش بینی بود. تا کنون هشدارهای متعددی از سوی جامعه بین المللی صورت گرفته است. با توجه به جدیت این مسائل، ما به 3 التزام فرا می خوانیم: احترام به آتش بس، دسترسی انسان دوستانه کامل، امن و نامحدود در سراسر سوریه تا از غیر نظامیان حفاظت شود و سوم آغاز یک روند که به یک راه حل سیاسی معتبر برای بحران سوریه منجر شود. محترم شمردن آتش بس تنها مسیر قابل دوام است. اشتباه نکنید. هدف جلوگیری از یک فاجعه انسانی است، نه فقط مدیریت بهتر آن. حامیان رژیم سوریه اهرم‌هایی برای جلوگیری از این بحران را دارند، چون که این رژیم این ظرفیت را ندارد که تنها عمل کند. یک قتل عام جدید مسئولیت و ناکامی حامیان رژیم خواهد بود. از طرف دیگر آنها می توانند حرکت به سمت افزایش تنش را متوقف کنند و به دنیا نشان دهند که راه برای توافق صلح‌آمیز را هموار کردند. هنوز زمان هست که از فاجعه در ادلب جلوگیری کنیم، ولی تکرار میکنم که 1 دقیقه را هم نباید از دست بدهیم. آسوشیتد پرس: فروشندگان در بازار تهران با صدای بلند به سیاست داخلی و فساد رژیم ایران اعتراض میکنند. مردم خشمگین هستند و لعنت میفرستند. این گوشه کوچک از نارضایتی یک ملت 80 میلیونی است. مردم میگویند 90% از مشکلات ایران ناشی از جنگ و جدال‌های داخلی است. 5 تا 10% به خاطر تحریم‌های آمریکا است.